گیلاسیا سلام، امروز میخوایم با هم فیلمی به اسم وکیل مدافع شیطان یا The Devil's Advocate رو ببینیم که محصول سال 1997 هست و آل پاچینو، کیانو ریوز و شارلیز ترون بازیگرای خفنشن. کارگردان فیلمم تیلور هکفورد، نمره 7.5 از 10 رو داره و یکی از فیلم‌های ترسناک درام و روانشناختی خفن دنیاست که امیدوارم مثل من ازش لذت ببرید. حواستون به اسپویل کامل و صحنه‌های خشن فیلم باشه تا آخرش به این فوش ندید. فیلم با نمایش مردی به اسم کوین شروع میشه که از معروف‌ترین وکلای آمریکاشون تا به حال هیچ پرونده‌ای رو نباخته. کوین توی دادگاه و وکیل معلمی هست که متهم به سوء استفاده جنسی از دانش آموزای مدرسه‌اش شده. یکی از دانش آموزا که قربانی کارهای این معلم هست به جایگاه میره و شروع به گفتن اتفاق میکنه. کوین متوجه معلم میشه که با شنیدن این داستان تجاوز تحریک شده و میفهمه واقعا یه آدم گناهکار و عوضیه. با فهمیدن این قضیه هم اعصابش به هم میریزه و قبل از شروع دفاعی به دستشویی میره. حالا با خودش درگیره چون میدونه اگه دفاع درست انجام بده یه روانی متجاوز آزاد کرده و از طرفی اگه کنار بکشه اولین شکستش توی سابقه کاریش اتفاق میفته. در آخر لبخندی جلوی آینه میزنه و به محاکمه برمیگرده. کوین که تصمیم خودش رو گرفته نقاشی دانش آموز رو به همه نشون میده و میگه این دانش آموز ذهن بیماری داره و راجع به معلمش خیال پردازی جنسی میکرده، برای همین همه حرفاش دروغه. اینطوری حکم دادگاه به نفع معلم صادر میشه و بدون هیچ جریمه ای برنده میشه. با اینکه مشخص همه افراد حاضر توی دادگاه از کوین به خاطر این دفاعش متنفر شدن، اون همراه با همسرش مری ان میرن به جایی تا این پیروزی رو جشن بگیرن. توی کلاب وکیل دیگه به اسم لیمن نزدیکش میشه و با دادن کارتی به کوین ازش دعوت میکنه به بهترین شرکت حقوقی نیویورک بیاد تا با هم همکاری بکنن. این پیشنهاد پیشرفت خیلی بزرگ و کوین هم قبول میکنه و روز بعد به پیش مادرش میره تا ازش خداحافظی کنه و بگه که میخوان برن نیویورک. خیلی سریع هم با همسرش مری ان به سمت شهر راه میافتن. بعد از مستقر شدن به شرکت میره و یه صحبتی با وکیلا میکنه و نظری راجع به یکی از پرونده‌هاشون میده و به سمت هتل محل اقامتش میره. توی راه رئیس این شرکت یعنی میلتون رو میبینیم که کوین رو زیر نظر داره. میلتون یه آدم خیلی پروباهت و خفنه که همه به خاطر توانمندیاش بهش احترام میذارن. کوین میره پیش همسرش و بعد گفتن جریانای روز و موفقیتش کلی با هم اشغال میکنن. روز بعدی کوین به ساختمون اصلی و فوق‌العاده شرکت هم میره و برای اولین بار با رئیسش یعنی میلتون ملاقات میکنه. میلتون بهش خوش آمد میگه و از همون اول خیلی با هم صمیمی میشن. بعد کوین رو میبره پنت‌هاوس ساختمون و با هم کلی صحبت میکنن. میلتون از خانواده کوین و حتی مادرش سوال میکنه و در حالی که بالاترین ارتفاع شهر وایسادن نقل قولی از انجیل میکنه که مربوط به غرور و انسانیته. بعد صحبتشون میلتون رسما کوین رو استخدام میکنه و همون روز همراه با همسرش با راهنمایی لیمن به خونه ای که شرکت براشون تهیه کرده میرن و مستقر میشن. همینطور همسر لیمن یعنی جکی رو هم میبینن و آشنایی بین خانم‌ها شکل میگیره. دیدن خونه بزرگ و خفن کلی حال کوین و همسرش خوب میکنه و فکر میکنن آینده خیلی خوبی در انتظارشونه. روز بعدی اولین روزی که کوین رسما به سر کار میره بهش پرونده مدی رو میدن که وزارت بهداشت علیه شکایت کرده. این پرونده عادی نیست و کوین با دیدن فیلمای موجود توی پرونده میبینه که این مرد حیونا رو به شکل وحشیانه سلاخی کرده تا یه مراسم مذهبی انجام بده. کوین کنجکاو میشه و برای کار کردن روی پرونده به محل زندگی این مرد میره که توی یکی از داغون‌ترین محلهای شهره. خونه این مرد پر از چیزای وحشتناک و لوازمیه که برای مراسم‌های شیطانی استفاده شدن و وقتی صحبتشون شروع میشه شروع میکنه به میخ کوبیدن به زبون قطع شده یه حیوان. کوین میپرسه چیکار میکنه که مرد توضیح میده با این کار میخوام جلوی حرف زدن بازرس بهداشت توی دادگاه بگیرم. کوین فکر میکنه این طرف مشکل روانی داره و هیچی نمیگه. میریم به خونه کوین جایی که همسرش تصمیم گرفته دیوارا رو به رنگ سبز تغییر بده، اما جکی که اونجاست باهاش مخالفت میکنه و میگه اصلا به خونه نمیاد، بهتره رنگ زرد بزنی. کمی صحبت میکنن، در آخر مری ان با عصبانیت حرف جکی رو قبول میکنه و رنگ زرد به دیوار میزنه. روز دادگاه میرسه که کوین برای دفاع از موکلش حاضر میشه و بعد از یه وکالت خیلی قوی نوبت به اعتراض و شکایت بادرس بهداشت میرسه. اینجاست که با تعجب میبینیم بادرس نمیتونه صحبت کنه و تا میاد حرف بزنه شروع به سرفه میکنه. در آخرم به خاطر عدم ارائه مدارک کافی و سرفه های زیاد این مرد پرونده به نفع کوین و موکلش تموم میشه. با اینکه واضح بود مرد گناهکاره همشون با خوشحالی دادگاه رو ترک میکنن. کوین به شرکت میره و میلتون با شادی تمام ازش استقبال میکنه و پیروزیشو تبریک میگه. بعدم بهش سری نکته راجع به زندگی کوین میگه که چطوری موفق بشه. شب که به خونه برمیگرده با دیدن به هم ریختگی خونه و تمام نشدن بازسازی اعصابش به هم میرزه و میبینیم کوین داره کم کم از شرایط خونه و همسرش ناراضی میشه. اون شب با مری ان با مهمونی میرن که شرکت ترتیب داده و اونجا با یکی از همکارای مهم کوین یعنی ادی همراه با همسرش آشنا میشن. همه چیز خوب و خوش میگذرونن تا جایی که همکار کوین یعنی لیمن سر میرسه و یه چیزی در گوشش میگه که با هم سری مهمونی رو ترک میکنن. مری ان حرفی نمیزنه و همونجا میمونه که یه رفع میلتون بهش نزدیک میشه. میلتون شروع به صحبت با همسر کوین
میکنه و خیلی واضح باهاش لاس میزنه. در آخر هم بهش میگه موهاتو کوتاه کنی خیلی قشنگتر میشی. کوین رو میبینیم که رو تراس ساختمون و زن جذابی به اسم کریستابلا بهش نزدیک میشه. اونا شروع به حرف زدن میکنن. کریستابلا بحث به شوخی و حرفای جنسی میکشینه و میلتون سر میرسه. اون میپره وسط حرفش و میگه شما رو تا آینده شرکت حقوقی مگد. کمی بعد میلتون از کوین، لیمن و اردی درخواست میکنه به اتاقش بیان و باهاشون صحبت بکنه. اونجا میگه مشتری خیلی مهمی به اسم الکساندر داریم که پروندهش مهمترین چیز برای شرکت ماست. الکساندر به کشتن همسرش، بچه‌اش و خدمتکار خونه‌ش متهم شده و یکیتون باید وکیلش بشه. ادی با سابقه ترین فرد این شرکت رو توقع داره گزینه اول خودش باشه، اما میلتون بدون بحثی کوین رو به عنوان وکیل اول انتخاب میکنه. انتخابی که معلومه ادی ازش ناراضیه. وقتی مهمونی تموم میشه و کوین به خونه برمیگرده، همسرش میبینه که با عصبانیت گوشه نشسته و از اینکه کوین اون رو تو مهمونی تنها گذاشته به شدت ناراحته. روز بعدی کوین رو پیش موکلش الکساندر میره تا راجع به پرونده صحبت کنن. الکساندر مشخصه از این اتفاق خیلی به هم ریخته و میترسه به زندان بیفته، اما کوین با چرب زبونی اون رو راضی میکنه که با هم همکاری کامل بکنن. چند روز بعد مریان رو میبینیم که تو خونه خودشون و حالا موهاش کاملا به گفته میلتون کوتاه کرده. دوستش جکی هم پیش شده لباسش عوض میکنه که یه دفعه مریان چهره اون رو مثل یه شیطان میبینه. اینه که سریع از اونجا در میره. توی خونه کوین و مریان بحث دارن، رابطهشون خیلی به هم ریخته است. مری ناراحته که همسرش همش در حال کار رو براش وقت نمیذاره. اون میخواد به شهر خودشون برگره چون حالش از نیویورک به هم میخوره، اما کوین کارو همه شرایط فعلیش رو دوست داره. با اینکه علاقه کوین به مری کم کم داره از دست میره، با دیدن گریه های زن اونو بغل میکنه تا آروم بشه. این بغل همونه و تبدیل شدنش به شرایط اروتیک و یه رابطه جنسی همونه. این دفعه بینشون یه چیزی فرق داره. کوین یه دفعه همسرش شبیه به کریستابلا میبینه که توی مهمونی دیده بود و با این فانتزی جنسی رابطه رو ادامه میده. این فانتزی خیلی قوی میشه و کوین با همین فکرها رابطه رو خیلی وحشیانه ادامه میده که همسرش با عصبانیت در آخر اون از خودش جدا میکنه و اینطوری رابطهش متوقف میشه. سکانس بعد کوین رو میبینه که به خونه الکساندر میره و ازش میپرسه اگه تو گناهکار نبودی چجوری اثر انگشتت رو روی تفنگ توی صحنه جرم دیدیم. الکساندر هم با عصبانیت میگه من وقتی به صحنه قتل رسیدم از کنجکاوی تفنگو چک کردم و یه دفعه اصلا خودشو درمیاره تا نحوه که این اتفاق افتاده رو به کوین نشون بده. این به شدت کوین رو عصبانی میکنه و میگه تو نباید به خودت تفنگ حمل کنی، چون اگه پلیسا بفهمن همچین چیزی همراهت، کل پرونده علیهت پیش میره. بعدم اسلحه‌شو ازش میگیره و میگه میخوام با منشی صحبت کنم تا برای شهادت دادن به دادگاه بیاد و حضورت توی شرکت توی زمان قتل رو تایید کنه و اینطوری نجات پیدا کنی. این حرف ولی باعث نگرانی الکساندر میشه. همون شب مادر کوین به نیویورک اومده تا ببیندش و همراه با همسرش ستایی به خونه برمیگردن. موقع ورود به آپارتمان میلتون رو میبینن که همراه با دو تا دختر جذاب بیرون میاد. اون با مادر کوین دست میده، اما موقع حرف زدن مادر سعی میکنه ازش فاصله بگیره و هم صحبتش نشه و خیلی ناراحته. واضحه که مادر حس خوبی به میلتون نداره و جو بدی بینشونه. قبل رفتن به آپارتمانم میلتون به کوین میگه به واحد من بیا تا خوش بگذرونیم و مریان به کوین یه نگاه بد میکنه و به واحد خودشون میرن. روز بعدی کوین میخواد به شرکت بره که یه دفعه متوجه میشه مادرش قصد برگشتن به شهر خودشونو داره. مادر دوست نداره اینجا بمونه و از کوین میخواد مریان رو هم با خودش به شهر ببره چون خیلی شرایط رویش بده، اما کوین مخالفت میکنه و این اجازه رو به مادرش نمیده. مادر هم با ناراحتی بهش میگه حواست باشه چون وسوسه ها تو رو به نابودی میکشینن و از اونجا میره. توی اداره کوین متوجه میشه همکارش اری در حال نابود کردن یه سری مدرک و ادی بهش میگه اینو یه راز نگه دار چون شاید بعدن پلیسا به اینجا بیان. کوین متوجه میشه که یه جای کار شرکت میلنگه، اما چیزی نمیگه. همون موقع میلتون سر میرسه و از کوین دعوت میکنه تا با هم به دیدن یه مسابقه بوکس برن. برای این کار سوار مترو میشه که یه دفعه چند تا خفگیر تصمیم میگیرن جیبشون رو بزنن. کوین به شدت استرس گرفته، اما میلتون با آرومی شروع به صحبت کردن به زبان ایتالیایی میکنه. اون به خفگیر میگه همین که از خونت اومدی بیرون زنش شروع به خیانت کردن کرده و الان با کس دیگه رابطه جنسی داره. خفگیر یکم با شوک میلتون نگاه میکنن، اما سریع قطار خارج میشه تا بفهمن حرفش راست بوده یا نه. بعد مسابقه کوین و میلتون به مهمونی خفنی میرن. کوین به زنش زنگ میزنه تا بگه دیر میاد و هرچی مریان میگه اونجا نمون بیا خونه گوش نمیده و در آخر با دیدن یه زن جذاب دیگه تلفن رو قطع میکنه تا به مهمونی برسه. اون شروع به لاس زدن با زن میکنه و سر میز شام کنار میلتون میشینن، جایی که میلتون در گوش دختری که کنارش چیزی میگه و دختر بدون هیچ حرفی میره زیر میز تا وسط اون همه جمعیت رابطه دهانی برقرار کنه. کوین با تعجب میلتون رو نگاه میکنه که اونم با لبخند مرموزی همینطوری بهش سر میزنه. مریان رو میبینیم که توی خونه با ناراحتی و نگرانی دراز کشیده. یه لفه توهم میزنه یه بچه کنار تختش رو داره با اعضای رحمش بازی میکنه که یه لفه میبینه خودش هم کلی خون روی تنش ریخته. روز بعدی مری با حال خیلی داغونی پیش کوین میاد و میگه دکترها منو آزمایش کردن و گفتن که دیگه نمیتونم بچه دار بشم. معلومه که زن با این همه اتفاقی که افتاده همه عقل و روانش از دست داده و همه کاراش مثل دیوونه ها شده. کوین با اینکه دیگه حسی به همسرش نداره سعی
میکنه آرومش کنه. این وسط تلفن زنگ میخوره و مریم بهش میگه تو رو خدا پیشم بمون، اما اون گوش نمیده و سریع از خونه خارج میشه. متوجه میشه که زنگ زده بود الکساندر بود و به کوین میگه من نمیخوام منشین توی دادگاه حاضر بشه چون من باهاش رابطه جنسی دارم. کوین یکم به این قضیه شک میکنه اما حرفی نمیزنه. میلتون بعد صحبت پیش کوین میاد و میگه باید پرونده رو کنار بذاری تا به زن توجه کنی، تو داری زندگی خودتون رو نابود میکنی. کوین هم با عصبانیت میگه من نمیخوام پرونده رو از دست بدم و شکست بخورم، از زنم هم متنفرم و اصلا برام مهم نیست که چی میشه. زمان محاکمه میرسه. کوین برخلاف انتظار بقیه شروع به دفاعیه میکنه که توش الکساندر به عنوان یه آدم خیلی بی بند و بار کثیف نشون میده. اعضای دیگه تیم وکالت هم با شوک دارن کوین رو نگاه میکنن چون نمیدونن چه کاری میخواد انجام بده. با پایان دادگاه اول الکساندر شروع به جر و بحث با کوین میکنه به خاطر کاری که انجام داده، اما کوین توضیح میده این استراتژی منه تا همه باور کنن که یه آدم کثیفی. اینطوری وقتی بگیم با منشی در حال رابطه جنسی بودی خیلی راحت باورش میکنن، دیگه پرونده قتل گردنت نمیفته. موقع برگشت به خونه کوین همکارش ادی رو میبینه. ادی از دستش خیلی عصبیه چون میلتون تصمیم گرفته کوین رو به عنوان شریک رسمیش توی شرکت معرفی کنه و ادی بعد این همه سال هنوز نتونسته به اینجا برسه. کوین اصلا از این قضیه خبر نداشته و فقط شوکه شده. بعدم ادی تهدید میکنه اگه میلتون تو رو به عنوان شریکش معرفی بکنه همه رازا و کثافت کاریای شرکت رو برملا میکنم و همتون رو به خاک میرسونم. کوین به پیش میلتون میره و این قضیه رو براش تعریف میکنه. میلتون هم با منشیش تماس میگیره تا به ادی زنگ بزنه که به دفتر بیاد. در همین حین ادی رو میبینیم که در حال ورزش کردن توی پارکه. سه نفر از پشت میان سمتش و به شکل وحشیانه اونو زیر کتک میگیرن و کمتر از چند ثانیه اینقدر میزننش تا بمیره. صورت این قاتل هم شکل شیطانی به خودش رو میگیره. این وسط ها مریم رو هم میبینیم که توی خونه تنهاست، روز به روز داره رفتارش بیشتر مثل روانیا میشه. سکانس بعد کوین منشی موکلش رو میبینه تا باهاش راجع به شهادتش صحبت بکنه. منشی میگه حرف الکساندر درسته، ما با هم رابطه جنسی داریم و اون شب هم همین کارو داشتیم انجام میدادیم. کوین که به هر دو نفرشون مشکوک شده یه نفر از منشی میپرسه پس اگه رابطه دارید بگو الکساندر خط نشده یا نه، که منشی هم نمیتونه جواب بده و اینجا میفهمه حرفشون دروغه و الکساندر واقعا زن خودش، بچهش و خدمتکارشون رو به قتل رسونده. همین روز توی مترو با میلتون صحبت میکنه و ازش کمک میخواد. کوین مردده که اگه همین شهادت منشی رو درست پیش ببرن پرونده رو میبرن اما یه قاتل آزاد میشه و اگه این کارو نکنن سابقه خوبی که بدون هیچ باختی توی پرونده کوین هست از دست میره. میلتون هم بهش میگه من نمیتونم کمکت کنم و توی حق انتخاب داری، باید دنبال حرف دلت بری و هرچی بخوای من پشتتم، شاید بالاخره وقتش رسیده که برای یه بارم شده شکست بخوری. زمان دادگاه نهایی میرسه و کوین بالاخره تصمیم خودش رو میگیره. اون منشی رو به جایگاه شهادت احضار میکنه و بعد از شهادت زن پرونده به نفع الکساندر تمام میشه و همه اونو بیگناه میشناسن. اینجا یعنی کوین رسما تصمیم گیره که وکیل دروغگو بشه و یه آدم قاتل رو آزاد کرد. همین لحظه باهاش تماس میگیرن و اون به کلیسا میره. همسرش مریم توی کلیسا با ملافه‌ای دور خودش نشسته. حال مری افتضاح و یه دفعه به کوین میگه رئیست میلتون به پیش من اومد و بهم تجاوز کرد. کوین حرفش باور نمیکنه و میگه میلتون تمام این مدت توی دادگاه پیش من بود. اینجاست که مریم یه دفعه ملافه رو میندازه و تن لخت خودش رو توی کلیسا به نمایش میذاره. تنی که پر از رد زخم و تجاوزه. کوین با دیدن این صحنه همسر خودش رو سریع به تیمارستان میرسونه تا تحت درمان روانی قرار بگیره. سکانس بعدی مراسمی برای کوشش دادن ادی توی کلیسا برقرار شده و میلتون هم توی مراسم حضور داره. کوین توی خیابون در حال رفتن به تیمارستان برای دیدن زنش که یکی از مامورای دولتی جلوشو میگیره. اون شروع به سوال کردن راجع به اسرار شرکت میکنه، یعنی همون چیزایی که ادی میدونسته به خاطرش کشته شد. مامور میگه ادی قرار بود با ما صحبت بکنه اما یه دفعه به قتل رسید. مامور به کوین میگه اون معلمی که محکوم به تجاوز به دختر بچه‌ها بود و تو آزادش کردی به تازگی دستگیر شده و جنازه بچه‌ای توی ماشینش بوده. این خبر کوین رو به شدت ناراحت میکنه چون خودش باعث آزاد شدن این مرد شده بود. مأمور شروع به گفتن کثافت‌کاری‌های این شرکت می‌کنه که همون لحظه میلتون رو توی کلیسا می‌بینیم. اون به کنار آب مقدس میره و انگشتش رو توی آب می‌کنه. همین لحظه پیش کوین برمیگردیم. قبل از اینکه مأمور بتونه حرفش رو ادامه بده، یه دفعه ماشینی با سرعت میاد و بهش می‌زنه که باعث کشته شدن مأمور میشه. کوین هم آخر نمی‌فهمه جریان چیه و به تیمارستان میره. اونجا می‌فهمه مادرش هم به نیویورک اومده تا از همسرش مراقبت کنه. دوباره کوین با مادرش بحثش میشه که مادر یه دفعه میگه می‌خوام راجع به پدرت باهات صحبتی بکنم. اما کوین که عصبی شده گوش نمیده و از اونجا میره بیرون. مری همچنان روی صندلی نشسته که یکی از وکیلای شرکت برای عیادتش میاد. اون میگه بیا توی آینه ببین چقدر خوشگلی. وقتی مری داره توی آینه رو نگاه میکنه یه دفعه چهره این زنم شبیه به موجود شیطانی میبینه. مری با وحشت آینه رو میندازه و با برداشتن یه تیکه از شیشه های شکسته به اتاق دیگه میره و درو قفل میکنه. کوین سعی میره صبح با دیدن همسرش همه سعیشو میکنه که درو بشکنه و وارد شه، اما مری هم تصمیم خودشو گرفته. اون با تیکه شیشه بریده شده خسته از همه چی رگ گردن خودشو میزنه و خودکشی میکنه. کوین که از مرگ همسرش خیلی به هم ریخته پیش مادرش میره. مادر ادامه حرفاش راجع به پدر کوینو میزنه. در کمال تعجب کوین متوجه میشه میلتون پدر واقعیشو، برای همین مادرش نمیخواسته جایی که اون باشه بمونه. مادر میگه میلتون یه آدم عوضی و دروغگو، هر اتفاقی که الان تو زندگی داره میوفه تقصیر اونه. کوین که خیلی به هم ریختگیش بیشتر شده و حالا میلتون رو مقصر اصلی همه اتفاقا، حتی تجاوز به
همسرش میدونه به دفتر میلتون میره. عجیبه که وقتی نزدیک شرکت میرسه متوجه میشه انگار هیچ کس توی شهر نیست و همه جا ساکت شده. بالاخره کوین به شرکت میره و میلتون اونجا منتظرشه. کوین با عصبانیت و فنکی قبل‌تر از الکساندر گرفته بود و در میاره بدون هیچ مکسی به میلتون شلیک میکنه. چند تا تیر پشت سر هم ولی هیچ اثری روی میلتون گذاشته نمیشه. اینجاست کوین میفهمه میلتون آدم نیست و به روایتی خود شیطانه. میلتون میگه بهم نگو شیطان، دوست دارم منو بابایی صدا کنی. کوین حالش داغونه و به میلتون میگه تو مقصر همه اتفاقای بدی هستی که سر من و مریان اومد. اما میلتون مخالف این حرفه. اون میگه مقصر همه چیز توی که میخواستی همه پرونده ها رو ببری. من همیشه بهت حق انتخاب دارم و تو بدترینش رو انتخاب کردی. بی توجه به اینکه نتیجهش باعث آزاد شدن آدمای کثیف میشد. میلتون که حالا میدونه شیطانه میگه به نظر من غرور بهترین گناهیه که آدما انجام میدن، چون غرور مثل مواد مخدر رو آدما با داشتنش حس میکنن تو بالاترین نقطه زندگیشون قرار گرفتن. کوین میفهمه مقصر همه چیز انتخابای خودش و حالا حس گناه و عذاب وجدان داره روانیش میکنه. اینجاست که میلتون همون دختری که چند بار همو دیده بودن یعنی کریستابلا رو میاره توی اتاق. دختری که کوین مدت هاست بهش علاقه داره و جذابترین دختر توی ذهنشه. میلتون میگه کریستابلا خواهر ناتنی توه. بعد میلتون از کوین میپرسه به نظر چرا احساس گناه میکنی؟ کوین هم جواب میده به خاطر وجود خدا. میلتون شروع به خندیدن میکنه و میگه خیلی مسخره است که خدا به توی غریزه ای رو بده بعد یه سری قانون بذاره که از اون غریزه استفاده نکنی. واسه همینه من برای آدما بهترم، چون بهشون اجازه میدم با آزادی هر کاری که دلشون میخواد با ذات خودشون بکنن. بعد به کوین میگه من میخوام همه شرکت رو بسپرم به تو، تو پسر منی و وارث همه چیزی. فقط برای این کار کافیه با خواهر ناتنی یعنی کریستابلا رابطه جنسی برقرار کنی و ذات واقعی خودت رو قبول کنی. کوین میگه منو قانع کن این کارو انجام بدم. اینجاست که کریستابلا کاملا لخ میشه و کوین با دیدن بدن جذابش سمتش میاد. اون اول کمی بدن دختر رو تحریک میکنه، اما یه دفعه رو به میلتون میگه فری ویل، یعنی من یه اراده آزاد دارم، و تفنگشو میگیره سمت گیجگاه خودش و با یه شلیک خودکشی میکنه. یه دفعه شیطان که همه برنامه‌اش به هم ریخته و وارثش رو از دست داده شروع به سوختن میکنه و به جهنم برمیگرده. همین که کوین بعد خودکشی به زمین میفته یه دفعه چشماشو باز میکنه و میبینیم جلوی آینه دستشویی همون دادگاه اوله. اینجا میفهمیم همه چیزایی که دیدیم یه اختیار برای کوین بود که اگه توی این دادگاه از معلم دفاع کنه و اخلاق خودش زیر سوال ببره چه اتفاقایی میتونه در آینده بیفته. اون به محاکمه برمیگرده و این بار بدون هیچ تردیدی از پرونده کنار میکشه که باعث تشویق همه کسایی که اونجا میشه. اولین باخت تو پرونده کوین ثبت میشه، اما همین لحظه خبرنگاری سمتش میاد. اون به کوین میگه تو یه قهرمانی و میخوام به مقاله راجبت بنویسم. کوین دوباره با حس خوشحالی و غرور این پیشنهاد رو قبول میکنه و وقتی دور میشه میبینیم خبرنگار به شکل میلتون در میاد. یعنی گناه غرور به هر شکلی و بعد هر تصمیم میتونه سمت آدم بیاد و اونو به تباهی بکشونه. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. فیلم وکیل مدافع شیطان پر از دیالوگای ناب و فوق العاده است. دیالوگایی که میتونن به راحتی زندگی شما رو تغییر بدن. پس حتما برای یه بارم که شده فیلمو کامل تماشا کنید. غرور همون چیزیه که باعث میشه خیلی از آدما چه از قشر پایین چه سیاستمدارا و معروف ترین هاشون به دامش بیفتن و با یه تصمیم اشتباه همه دنیا رو تغییر بدن. تغییری که باعث ضربه خوردن به خیلی آدمای دیگه میشه. رفقا لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. روزتون هم گلاسی.